Hello, English Nasis here. تیچر نسیم هستم با یک ویدیوی متفاوت. توی این ویدیو میخوایم 4 تا بازی بهتون معرفی کنیم که توی کلاس های زبان انگلیسی میتونید با بچه ها و بزرگتر ازشون استفاده کنید. میریم سراغ بازی اول. این بازی که اسم بازیش هست جینکس. جینکس به معنی همزمان به زبون آوردن کلمه هستش. توی این بازی معلم 2 نفر رو به عنوان پلیر میاره جلو و اون 2 نفر دست روبروی هم وای میستن و کف دستاشون رو روی هم میذارن که ارتباط ذهنی برقرار بشه. بعد معلم چند تا کاتگوری انتخاب میکنه و هر کدوم از اونا رو نام میبره، مثلا حیوانات، میوه ها، رنگ ها، شکل ها. وقتی هر کدوم از اونا رو میگه، اون 2 نفر اولین کلمه ای که توی اون کاتگوری هست و به ذهنشون میرسه رو به زبون میارن. اگر 2 تا کلمه ای که به زبون آوردن مثل همدیگه هستش، یعنی هر دوشون یک کلمه رو به زبون آوردن، کسی که اول کلمه جینکس رو به زبون بیاره، یعنی متوجه شده که کلمه ها مثل هم هستن، اون میشه شخص برنده و کسی که بازنده هست میره میشینه و نفر بعد میاد. مثلا معلم میگه colors، بعد 2 تاشون میگن red، یه نفر برمیگرده جینکس، سریع متوجه این شباهت کلمه ها شده. یا مثلا تو زمینه animals، اولین حیوانی که به ذهنتون میرسه میگید و اگر کلمه ها یکی بود کلمه جینکس رو به زبون میارید. اگر هم که 2 تاشون کلمه جینکس رو به صورت همزمان گفتن، بازی ادامه پیدا میکنه با همون 2 نفر. وقتی هم که نفر بازنده میره میشینه، نفر بعد میاد، یعنی اون شخصی که همیشه جینکس میگه شاید با 4 یا 5 تا پلیر دیگه بتونه بازی رو ادامه بده. این بود از این بازی جینکس. بریم سراغ بازی بعدی. بازی دوم هست بگرد و پیداش کن. توی این بازی برای بچه های کوچیکتر از عکس، نقاشی یا فلشکارت میتونید استفاده کنید و برای بچه های بزرگتر کلمه ها رو میتونید روی تخته بنویسید. توی این بازی 2 نفر از بچه ها رو به عنوان پلیر میارید جلوی تخته وای میستن و هر کدوم از کلماتی یا شکل ها رو که معلم اسمش رو گفت، اونا دستشون یه دونه مگسکش دارن. بیشتر توی کلاس از مگسکش استفاده میکنیم چون فانتر هستش و با اون مگسکش روی اون کلمه میزنن. هر کدومشون که زودتر روی اون کلمه زدن، اون شخص میشه برنده. خوبی این بازی اینه که هم تو لولای Very Young Learners و سطح های Young Learners میتونین از این بازی استفاده کنید. بریم سراغ بازی سوم. بازی سوم مربوط به ساختار گرامر و جمله هستش. وقتی که ساختار گرامر رو درس میدید، میتونید خیلی راحت با یه ابزار خیلی کمی از این بازی استفاده کنید. توی این بازی گروه های 2 نفره توی کلاس تشکیل میدید و اشخاصی که باید الان به عنوان پلیر بازی کنن رو میارین جلو. کلی جمله های به هم ریخته بهشون، یعنی کلمات یک جمله رو برش میدین، یه جمله کامل مینویسین، یا 4 تا جمله، 5 تا جمله، هرچی بیشتر خب گیج کننده تر میشه. کلمات جمله رو از هم برش میدید و جدا میکنید و روی میز به صورت به هم پاشیده میذارید. تایمر میذارید، مثلا برای بسته به لول و سطح و سن و سال بچه ها، مثلا 1 دقیقه رو در نظر میگیرید. تایمر رو روشن میکنید، توی اون 1 دقیقه 1 نفر از پلیرها باید جمله ها کلمات رو کنار هم بچینه و جمله بسازه و شخص دوم باید اون جمله ها رو روی تخته بنویسه. توی اون 1 دقیقه هر کدوم از این بازیکن ها که جمله های بیشتری تونستن درست کنن یا بسازن، اون گروه میشه گروه برنده. حالا همین بازی رو توی بچه‌ها برای لول فونیکس که حروف دارن یاد میگیرن، میتونید برای کلمه اجرا کنید. یعنی حروف‌های متفاوت رو به هم پاشیده میذارید و از بچه‌ها میخواین که کلمات متفاوتی رو درست کنن و شخص دوم کلمات رو روی بورد مینویسه. بریم سراغ بازی چهارم. بازی چهارممون اسمش هست پانتومیم، که خیلی ها ممکنه توی زبان‌های مختلف از این بازی استفاده کرده باشن. توی این بازی 2 تا گروه توی کلاس تشکیل میدید. حالا میتونه گروه 5 نفره باشه، گروه های 6 نفره باشه، یا حتی 2 نفره. 1 نفر از اشخاص رو میاری جلو. این بازی رو بیشتر توی کلاس ها با فعل سعی میکنیم انجام بدیم، یعنی یه سری فعل رو روی کاغذ مینویسیم و یکی از اون فعل ها رو به اون شخصی که اومده جلو نشون میدیم. اون شخص باید با پانتومیم بدون حرف زدن اون فعل رو اجرا کنه و اشخاصی که نشسته هستن، هم گروهیاش هستن، حدس بزنن که اون فعل چی هستش. علاوه بر این که فعل رو میگم، باید با اون فعل جمله هم بسازن. این بود از بازی چهارم که هم توی جمله سازی هم ساختار گرامر رو میتونن تمرین کنن، هم فعل ها بهتر توی ذهنشون میمونه. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. حتما این بازی ها رو توی کلاس امتحان کنید، هم کلاساتون رو مهیج‌تر میکنه، هم بچه ها بیشتر دوست دارن. نظراتتون، بازخورداتون، نظر بچه ها رو برای ما حتما کامنت کنید تا انرژی بگیریم و از این ویدیوها بیشتر بذاریم. لایک یادتون نره، سوالاتتون رو میتونید کامنت کنید.
اگه تا حالا کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید الان وقتشه، زنگوله رو هم بزنید که شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.